دوست عزیز سلام، امروز میخوایم طرز تهیه کیک زردک براتون آموزش بدم. برای تهیه کیک زردک ما با یک مقدار مسکه ضرورت داریم، یک کمک جوس زردک، نیم گیلاس شیر، وانیلا، پودر وانیلا برای خوشبوییش، بیکینگ پاودر، سودا پولی، یک پیمانه پر بوره و یک مقدار هم از خلال زردک. البته این خلال زردک هم نیست، توفالی زردک هست، به خاطر از اینکه ما وقتی که جوس تازه جور میکنم بخصوص از زردک باز هیچ وقت همی توفالی شو سنم اندازم و از این میتونیم شما یک کیک بسیار فوقلاده و مزدار جور کنین. همچنان به یک مقدار آرد ضرورت داریم که اردوش آرد ساده است، یعنی امره خود کدام چیز دیگه نداره. یک صافوم شما کار دارین که همیشه آردتان پیش از این که در مایه کیکتان اضافه کنین، شما باید آرد امره بیکینگ سودا و بیکینگ پودر و همین مواد خشکتان از صافه یا زمین جالک بکشین و جال کنین. همچنان شما به یک کاسه کلان کار دارین، مواد کیک تانه دهی جور میکنین، یک دونه همزن برقی کار دارین. اگر همزن برقی ندارین شما میتونین از همزن دستکی هم استفاده بکنین. کاغذ کار دارین که در روی قالبتان مندازین بخاطر از اینکه کیک نچسبه، ولی بدون کاغذ هم میشه. اگر کاغذ ندارین یا دوست ندارین شما میتونین که امو قالبتانه امرای یک کمک مسکه یا روغن چرب بکنین و در روش یک کمک آرد پاش بتین و آرد بسیار زیاد فوقلاده امی کیکتان نمیچسبه و جدایش میکنه. خب حالا شروع میکنیم به انداختن موادای ما. در اول امی مسکه که آب کردیم من مندازم به ظرف ما. بعدش بوره ما رو مندازیم. و اردوی زیره آستاست. عزیز مسکه و بوره تان باید به این مقدار حل شود. خوب به هم بزنیم که بوره کاملا حل شود با مسکه و یک تکسچر یا حالت چسبندگی به خود بگیره. حالا شیر مورا علاوه میکنیم و آهسته شیر علاوه کردیم، دوستو به هم زدیم. باز هم میبینین که بسیار یک مایه مقبول به دست آمد. حالا می آب زردک ما را اضافه میکنیم. آب زردک ضروری نیست، ولی صرف چون کیک زردک است ما میخوایم کم یک بوی خاص و زیبای زردک به خود بگیره و وقتی که آدم میخوریش همون بوی احساس بکنن. موادای ما حل شد، حالا هم آرد اضافه میکنیم به مقدار ضرورت. من کدام اندازه خاص ندارم، فقط میفهمم خودم که چقدر امو مواد مایی را جور کردیم به آرد ضرورت داره. از بیکربونات سودا یا سودا پولی یک قاشق مندازم. از بیکینگ پودر مندازیم. بیکینگ پودر رو نکنیم تا دو قاشق مندازیم. و حالا هم وانیلا مو را اضافه میکنیم. این صرف برای خوشبویی شستک، بسیار خوشبویی خاص برای کیک تان میده. مایی راست است در بین امی مایی غلیظی که جور کردیم الک میکنیم. آرد ما را الک میکنیم به خاطر اینی یکان کلو لگه گیایی است که نباید در بین آرد باشه و الک کردن همچنان به کیک ما یک حالت اسفنجی میده. آرد ما را با این مواد همراه از این اسپچلا کمک مکس میکنیم
فکر کردم اکثر برقی را شما دفتن بانیم آرد همه جا میپره، از او خاطر بخاطر از اینکه کار برتن نباید و یک چیز پاک و صفا داشته باشین، کیکتان اول مواد امروزی به هم بزنیم، بعد از او اگر درست حل نشده بود میتونین شما از همزن برقی یا دستی استفاده بکنیم. آرد کمک میکس کردیم امروی سپچلا، حالا میخوایم که از همزن برقی استفاده کنم تا کل مواد ما خوب صحیح حل شوه با هم. مواده ما خوب حل شد با هم. حالا هم این مقدار زردک میندازیم، این هم میتونین با همزن برقی میکس بکنین، هم میتونین با این میکسش بکنین. من از همزن برقی شما یک حالا به اندازه مواد کن تهیه میکنیم و بعد از این قاضه با کنشی میکنیم و همه که روغن رو میزنیم در این کاغذ میگیره و بکسبه، بعد از این کاغذ رو انبار میکنیم و مواد کیک ما رو باز دروش پهن میکنیم. دوستان کاغذ پهن کردیم، حالا همین مواد را که جور کردیم در روی از این قالب ما مندازیم و استاستا هموارش میکنیم. مواد کیک ما را در قالب پهن کردیم، انداختیم، کوش کنیم که ببینیم تمام اطرافش مساوی است. بخاطر که اگر مساوی نباشه باز کیک تان تاو بالا میایه. اگر بخواین برای سالگرد یا ایره باز دیکوریشن کنیم، دیکوریشن تان بسیار زیاد خراب میایه. من داشته به درجه 210 دقیقه الی 15 دقیقه پیش روشن کرده بودم و کیک مارم در بین شما دم میمانیمش. دوستای عزیز 25 دقیقه گذشت یام کیک ما، کیک از داشت مکشیدم، منوز هم بسیار زیاد گرم است. در قالب چرخوندم در روی تخته و ببینیم چطور آمده. میبینیم دوستا که کیک کاغذ رو بسیار راحتی جدا میشه از کیک. اگر زیاد داغ بود شما خوش نکنیم که دست بزنیم. کیک هم بسیار زیاد خوب پخته شده داخلش. دوستای هم روی کیک ماست کمک برش میدیم، این هم داخلش میبینین که بسیار همونطور مویست، بسیار زیاد خشک نیست. کیک زردک معمولا همونطور میایه، بسیار زیاد کیک خشک نمیایه، یعنی کیک اسفنجی نیست. کوش کنین پخته کنین در خانه برای عزیزایتان نوش جان بکنین. داخلش هنوز هم بسیار زیاد گرم است، میمانمش که سرد شوه. امیدوار هستم که از این نسخه شما بهره ببرین و بر عزیزایتان در خانه جور کنین. روزتان خوش. اگر دوست دارین چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک بکنین. تشکر میکنم از همتان.